نام خداوند یکتا و لایزال. سلام، مصطفی فیضی هستم در برنامه کاوش خبرداخ. از مدت 10 سال بدین صبح اشکال گوناگون جنگ و خشونت در افغانستان ادامه دارد و به طور معمول پاکستان از طرف مسئولان دولت افغانستان و برخی از مسئولان ناتو مورد انتقاد قرار میگیرد و از آن میدارند که خشونت و جنگ علیه افغانستان از پاکستان تحریک و رهبری میشود. اما حالا در این مورد تاثیر ژرف به وجود آمده و ویکلیکس با نشر خبر حیرت انگیز مبنی بر این که سازمان ISI یک سازمان تروریستی است یاد نموده است. این موضوع را با مهمان گرامی خود آقای فاضل سانچارکی عضو ائتلاف ملی افغانستان به بحث میگیریم. سانچارکی صاحب سلام، بر شما خوش آمدید در برنامه ما. در نخست اگر شما بر ما بگوین سازمان استخباراتی پاکستان چه نوع یک سازمان است و اهدافش در افغانستان چی است؟ خب ببینید، سازمان استخباراتی پاکستان، مخصوصا سازمان استخباراتی اردوی پاکستان، یک سازمانی هست که علاوه بر فنون و شیوه های تکنیکی اطلاعاتی با یک تفکر و ایدئولوژی بسیار سختگیرانه مجهز است و اردوی پاکستان مطابق همین ساخت فکری اونا ایجاد کردن در برابر هند و تلاش دارن از طریق به وجود آوردن حلقات و گروه های افراطی و خشونت طلب به عنوان ابزار و وسیله پیشبرد و تطبیق استراتژی منطقه پاکستان از این گروه ها و این ابزار استفاده کنند. واقعا سازمان استخباراتی اردوی پاکستان به خاطر تطبیق پروگرام های خود با حذف فیزیکی تعداد زیادی از شخصیت ها در سطح منطقه، مخصوصا در افغانستان، مبادرت ورزه، اگرچه در این عملیات های انتحاری تروریستی و ترورها گروپ های افراطی و گروپ های مسلح مخالف اونا نام برده میشندشان، اما پشت این صحنه وقایع و در پس این صحنه گردانی ها گفته میشه که سازمان استخباراتی اردوی پاکستان نقش اساسی را دارد تا کشور افغانستان از ظرفیت های عظیم فکری، از کادرها، از شخصیت های ملی خالی کنه و اجازه نده که در افغانستان یک سیستم با یک مفکوره ملی در اینجا شکل بگیره. آقای سانچارکی، چرا ISI نمیخواد که سیستم در افغانستان به وجود بیاد؟ ببینید، در پاکستان در حوزه تفکر استخباراتی سیاست های راهبردی پاکستان تصور بری است که افغانستان به عنوان یک عقبه استراتژیکی یا یک حیات خلوت برای استراتژی منطقه پاکستان مطرح است. در این رابطه گفته میشه که اگر جنگی بین پاکستان و هند در بگیره، وسایل سنگین نظامی یا راکت های دوربردی که پاکستان میخواد هند هدف قرار بده از داخل خاک پاکستان، امکان اینست که نشانه گیری شوه مناطق استراتژیک هند. پس افغانستان یک نقطه است که میتونه از این نقطه هند آماج قرار بده و تلاش داره که هر نوع رژیم سیاسی که در افغانستان حاکم میشه، این رژیم تابع از سیاست های پاکستان باشه یا افغانستان در حوزه نفوذ پاکستان قرار بگیره و پاکستان هر قسمی که دلش خواست از خاک افغانستان و از ظرفیت های افغانستان استفاده کنه. بدون افغانستان دشوار میشه رویارویی با هند یا بعضی رقبای منطقه بین پاکستان. به این خاطر تلاش دارن که مانع از شکلگیری یک افغانستان مستقل و واحد با یک سیاست مستقلانه در این سرزمین شون. ویکلیکس، از شما چی نوید؟ رسانه ارزیابی میکنی با در نظر داشته از اینکه افشاگری های بسیار مهم را انجام میده، و پیامد از افشاگری ها چی خواهند چی میباشند؟ خب طوری که گفته میشد، یکی از ماموران ارشد وزارت خارجه امریکا با توجه به دسترسی که به آرشیف ها و فایل های وزارت خارجه امریکا داشته، این فایل ها را کشیده در اختیاری ویکیلیکس قرار داره که خودش هم حالا حبس و زندانی و تحت تحقیق و بازپرسی است. ویکیلیکس طبعا به خاطر گرمی بازار رسانه خود و به خاطر مطرح ساختن خود و یا نهایتا به خاطر نشان دادن سیاست های امریکا در سطح منطقه و جهان، مبادرت به نشری بخش های از این فایل ها یا اسناد
مهم کرده که سر و صداهای بسیار رو ایجاد کرده. خب در آغاز تفسیرها متفاوت بود، بعضا گفته می شد که نشر این اسناد به اشاره خود ایالات متحده آمریکا صورت گرفته تا به گونه غیر مستقیم دیدگاه ها و موازیش در سیاست های منطقی و جهانی و بعضی از کشورها و رژیم ها نشان بده. اما بعضا گفته می شد که بلی اینجا دیسپورت زده شده و کسی توانسته از راه های به اصطلاح تکنولوژی به این اسناد دست پیدا کنه و او را نشر بکنه. به هر حال آنچه که وجود داره ای است که نشر این اسناد یک زلزله و تکان در سطح منطقه و جهان بود و نشان داد که امریکا چه دیدگاهی نسبت به کشورهای عربی، کشورهای امریکای لاتین، افغانستان و بعضی مسائل منطقه‌ای داره. افشاگری های زیادی صورت گرفت. ویکیلیکس نوشته است که مسئولان زندان گوانتانامو گفته یا بیان داشته که ISI پاکستان به مانند گروه های تروریستی چون اماس و دیگر گروه های یعنی در شمول زمیناسیا مربوط به گروه های تروریستی میشن. نظر شما در این باره چی هست؟ شما ببینیم که وقتی در لندن یک انفجار میشه، وقتی در فرانسه یک حادثه تروریستی رخ میده، وقتی در یک کشور دیگر یک واقع خشونت آمیز رخ میده، تحقیقات نشان میده که رد پای این حادثه تا پاکستان پیش میبرد. یعنی پاکستان تبدیل شده به مرکز آموزش هراس افغانی، پاکستان تبدیل شده به مرکز صدور افراطی گرایی در جهان، پاکستان تبدیل شده به مرکز یا زمینه تولید افکار و اندیشه های خشونت طلبانه در سطح منطقه که تبعیض در محور تمام کارها ISI یا سازمان استخباراتی اردوی پاکستان قرار داره. و همچنان که اعترافات کسانی که دستگیر شدن یا کسانی که تحقیق کردن و حتی اظهارات مقامات بین المللی تماما نشان دهنده ای است که تمام این مشکلات از پاکستان میاد. اگر پاکستان ISI دستگاه های امنیتی پاکستان خواسته باشن بسیار با آسانی میتونن با این مراکز برخورد کنن، اما اونا چون از اینا تغذیه میکنه و اونا یک کشور باجگیر که از خشونت تغذیه میکنه، از تروریسم سوء استفاده میکنه، از این ابزارها به نفع منافع ملی خود استفاده میکنه، اونا در اونجا کارشون دوام داره. به شکل مستنطقین امریکایی که در گوانتانامو هستن یا یک لیست به نشر رسانده که 60 سازمان تروریستی جهان را معرفی کرده، ISI همچنان در جمله 60 سازمان می باشه. شما این لیست چگونه ارزیابی میکنید و خود از این چیز بالای ISI چگونه ارزیابی میکنید؟ خب اولا لیستی که مسئولین گوانتانامو تهیه کرده یا مسئولین ارشد ایالات متحده آمریکا که در مسائل جنگ و بحران درگیر هستن این لیست تهیه کرده، شاید به جرأت نتوان گفت که تمام این لیست ها همون قسمی است که ایالات متحده آمریکا میگه. او نیازی به مداقه و نیازی به تحقیق بیشتر داره. فرض مثال طوری که شما پیشتر اشاره کردیم، سازمان حماس یا گروه حزب الله یا بعضی جریان هایی که رهایی بخش و آزادی طلب هستن و دنبال جستجوی عدالت هستن، این سازمان ها هم در لیستی سازمان های سیاه یا سازمان های تروریستی قرار داره که توان این ها برخورد امریکا با این نهادها برخورد سیاسی است، برخورد در چوکات منافع اسرائیل یا منافع مشترک اسرائیل و امریکا صورت میگیره. نمیتوان تمام کسانی که دلیل استامدن اونا را تروریست خواند، نیاز به این داره که بررسی قرار بگیره. اما چیزی که برای ما و شما قابل حس است، همه روزه او را لمس میکنیم، با زندگی ما و شما ارتباط داره، برخورد ISI با زندگی افغان هاست، با روند سیاسی افغانستان است، با مشکلات افغانستان است که ما و شما حس میکنیم. طوری که حتی شورای عالی صلح و ریاست شورای عالی صلح اعلام کرد که آنچه در افغانستان رخ میده از خشونت و آدمکشی و کشی و قتل بالاتر از حد طالب است. یا سازماندهی بعضی عملیات تروریستی در افغانستان به گونه ای هست که یک گروهی مانند طالبا بعید است که بتونه بدون کمک سازمان استخباراتی پاکستان او را انجام بده. به این خاطر تصور بری است که ISI در تمام حوادث خشونتبار افغانستان دست داره و دخیل است. چطور امکان داره، چطور ممکن است که از این عملات جلوگیری شود؟ این عملات را که شما فکر یاد کردین که از طرف سازمان ISI ایجاد میشه،
ببینید چند کار باید صورت بگیره. اولا باید نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان قوت پیدا کنند، اصلاح شوند، توانایی دفاع از سرحدات افغانستان، سبت سرحدات و جلوگیری و ممانعت از نفوذ عوامل هراسکن در داخل کشور شوند. اما شما ببینید که این نهادها به گونه ضعیف هستند، اصلاحات و رفرم در داخلشان نامده که عوامل گروه های مسلح مخالف یا عوامل آیسای با آسانی در داخل این نهادها نفوذ میکنن. شما میبینید کسی که در کابلبان، در جلال آباد تعداد زیادی از هموطنهای ما شما را کشتی، یک پاکستانی بود که مرتبط با آیسای پاکستان بود و همه قسم، کسی که شهید سید خیلی را به شهادت رساند یا قماندان امنی قندهار، اینا کسایی است که توسط این حوادث چیزهایی است که توسط آیسای سازماندهی میشه. یک بخشش تقویت این نهادهاست، بخش دیگرش اعمال فشار بین‌المللی و منطقی بالای پاکستان است و تهیه اسناد و شواهدی که دولت افغانستان در اختیار داره و این اسناد و شواهد باید روی میز جامعه بین‌المللی اندازه نهادهای معتبر بین‌المللی و از اونا بخواهد که با اتکا و استناد به این اسناد و شواهد باید فشار وارد کنند، تحریم اقتصادی شود، تحریم نظامی شود، تحریم سیاسی شود، پاکستان فشارها بیاره تا آیسای پاکستان مجبور شود که دست از این مداخلات آقای سانچاری، که چرا این فشارها فعلا بالای پاکستان اجرا نمیشه و عمل نمیشه؟ من فکر میکنم که اسم گرم همه دانیم که خود پاکستان مرکز توریست هست و به افغانستان صادر میکنن. من فکر میکنم که برخورد حکومت افغانستان یک برخورد ضعیف منفعلانه در برابر پاکستان است و امید داره که پاکستان به این دولت و حکومت کمک بکنه و بقا و ادامه کارش پاکستان در واقع کمک بکنه. شما سفر اخیری آقای یوسف رضا گیلانی با کابل و پیشنهادهایی که بر رسانه ها درس کرد و خواستایی که از حکومت افغانستان داشت، هر رهبری و زعامت سیاسی دیگر اگر می بود بلا فاصله آقای گیلانی را می گفت از راهی که آمده برگرد، تو توهین کردی به ما، اهانت کردی به حاکمیت ملی افغانستان. اما رئیس جمهور کرزی بسیار شادان و خندان گفت که ما صحبت های تاریخی و بسیار مهمی داشتیم و بسیار به یک نقطه تاریخی پر از تحول رسیدیم. چرا این کار آقای کرزی انجام نداد؟ آقای کرزی به خاطری که بسیار دوست داره که پاکستان کمک کنه، همراه برادران طالبش یک جا شوه و یک حکومت خاصی که مرکب از آقای کرزی و گروه های مسلح مخالف باشه به وجود بره و هم با پاکستان هم به عنوان قیم و حامی اینا عمل میکنه. آقای کرزی به دنبال این گپ هست و چشم دوخته به حمایت پاکستان، چشم دوخته به در واقع سپورت پاکستان توسط به اصطلاح از طریق تقویه پروسه صلح و مسائل دیگه، در حالی که اشتباه میکنه آقای کرزی. به نظر ما آقای کرزی باید از چانس ها و فرصت های موجود استفاده کنه تا بتونه به عنوان یک رهبر و زعامت ملی که استقلال افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان میخواهد استاد شد و این را بقبال سر پاکستان. اما با ضعف و انفعال نمیشه که پاکستان وادار به قبول واقعیت افغانستان شد. آقای سنچالگی، چرا در شرایط کنونی یا بخصوص شرایط در شوار قسم کنم میداریم گفتگوها با طالبا تقریبا آغاز شده، ویکیلیکس چون این موضوع را به نشر رسانده افشار کرده؟ خب ببینید، خود نفس انتشار اسناد ویکیلیکس با گفته شما در شرایط فعلی که پروسه مصالحه و گفتگو با طالبا بسیار داغ و بسیار گرم است، این موضوع ناخوشایندی ایالات متحده آمریکا از این پروسه را میرسانه و اینکه یک نوع هماهنگی بین جامعه بین‌المللی و سیاست‌های منطقه‌ای در خصوص مصالحه و مذاکره با طالبان وجود ندارد، سیاست‌ها ناهمگون و ناهماهنگ است و این در واقع ضربه زدن به این پروسه است. پروسه البته یک پروسه است که کسی باور هم ندارد، نه حکومت افغانستان، نه طالبان و نه کسان دیگه باور داره که پروسه به یک نقطه برسه، بلکه در این جریان تصور بری بود که شما چند روز پیشتر اظهارات آقای مایک مولی نشوریدین که از دولت افغانستان به صورت جدی خواستار محتوای مذاکرات رهبری پاکستان با افغانستان شد. یک نگرانی را در اونجا با وجود آوردن که گویا نوع سازش و مصالحه بین پاکستان، افغانستان، طالبا و گروه ها میشه که امریکا را به یک شکل دور میزنن و دور نگه می‌دارن از قضیه. انتشار این اسناد می‌تونه